بریم سراغ از این لحظه اسکایپ هم باز میکنم. یادتون شما زنگ زدید الان قطع شدید. سالگرد ارتحال خمینی در قصر صدام در بصره. بله چرا که نه، مگه نگفتند که راه قدس از کربلا میگذرد؟ ولی رفتند با اسرائیل همکاری کردند، با امریکا همکاری کردند، اومدن قصر صدام رو گرفتند. برادری از آبادان شهادتین میگه خداوند شما رو سلام دکتر، من موحد که در اولین برنامه بعد ماه همارو کنان که در اولین واتساپ موحد شدم. خدا به شما توفیق بده. و همچنان که عرض کردم دوست دارم شما داستان هدایتتون رو بنویسید. راسخون فی العلم چه معنی میدهد؟ کسانی که در علم قدم محکمی دارند. راسخ یعنی محکم، یعنی عالمان بزرگ، یعنی متخصصان. ترجمه فرمایید. هر کسی که در رشته تخصص داشته باشه، صاحب نظر باشه، اون در اون علم راسخ محکمه و میدان بازه، هر کسی میتونه این کار را بکنه. این حق امته. فریبکاران امام تراش دروگو اومدن حق امت رو دادن به کی؟ به 14 امام مجبوری که خود درست کردند به دروغ. اونها راسخون فی العلم نامیدن، بقیه هیچ، بقیه برن کشکشون رو بسابن و با این کار فریبکاری کردن، مردم رو فریبتن. با این فریبکاری ها جیبشون رو خالی کردن. قزوینی مدعی است که قبل از تولدش امام رضا میدانست که کی متولد میشد و کی نزد ایشان میرود، چه حاجاتی از ایشان میخواد و ایشان اون حاجاتها برآورده میکند. این اسمش توسل است. آیا ابو جهل و ابو لهب چون عقیده داشتند؟ ابو جهل و ابو لهب شرکشون از شرک قزوینی و امثال قزوینی کمتر بوده، اینا شرکشون قلیزتره. سلام، من اولین بار است که با شما حرف میزنم و خیلی خوشحالم که پیامه را میخوانید. حالا تو با شما روز رو بیشتر کنید در راه توحید. مظلومیت علمای ما بسیار تأسف برانگیز است. بزرگانی چون شما که الله طول عمر دهد، ما کجا بزرگی کجا عزیز. در شبکه توحید با این همه تحصیلات و شهادات علمی برای ما برنامه اجرا میکنید، گویا ما در دانشگاه نشستیم از حضور شما استفاده میکنیم. برای بنده این بزرگترین افتخار و فکر میکنم بزرگترین نعمتی است که خداوند به یک دعوتگر عطا میکنه.
اما این متاسفانه این شبکه هایی که علمای بزرگ باید بنشینن صحبت کنن تا بتوان از علمشان استفاده کنیم، برخی خودشان اعتراف میکنن و آبروی اهل سنت را میبرن. کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. کسی درس نخونده بیاد ملا بشه، صاحب برنامه بشه، با جاسوسی این اون، با چغلی و با نفاق و دنیا پرستیه دیگه. پارچه فروش دیروز و صراف دیروز و فریبکار دیروز امروز بیاد چه عرض کنن دیگه. یکی از علامت های آخر زمان اینه که کار دست نااهل بیفته. قرائت قرآن کریم توسط رجب طیب اردوغان، این قبلا پخش کردم ولی دوباره هم اشکالی نداره چون مختصر بود. آقای خامنه‌ای که امامت از شکمت بزرگتره، بیا قرائت از ایشون یاد بگیر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادا کی نیست که دنیای همه به جانش افتاده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يك آخون بيوري كي حروف انجوري ادا بكونه، دا دا بگه، زاد نگه. ربنا ما خلقت هذا باطلا الله أكبر سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله يا الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ربكم فآمنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يا رب إنك لا تخلي. خدا خيرش منه. خدا خیرش بده. واقعا شهید مولانا احمد نارویی، شهید بإذن الله. دوستان کلمه شهید که می‌نویسید همیشه بإذن الله رو اضافه کنید. کلمه شهادت اینو خدا کلمه شهادت خدا میدونه، ولی همیشه بگید شهید بإذن الله.
فلان فلانی رتبه آورده، شاگرد اول شده، شاگرد دوم شده، روزی شیخ الاسلام میاد جایزه میده، فلان فرد میاد جایزه میده، این طالبه چقدر احساس خوشحالی میکنه که الحمدلله زحمت های من به بار نشست، من نتیجه گرفتم. امروز در جمع 300 نفر 400 نفر بیشتر کمتر، در جمع علما، در جمع معتمدین، ریش سفیدان، مردم زحمت کش، از من تقدیر شد، زحمت های من پاسداشت شد، خواهری را صدا میکنن و در جمع خواهران بهش جایزه میدن، چقدر مایه خوشنودی است. اما بالاتر از این خوشنود کسی است که اونجا خدا صدایش میکنه جایزه بده، در بهشت برین بهش جایزه بده، همنشین خدا پیغمبر بشه، دیدار خدا نصیبش بشه، روح و ریحان الله تبارک تعالی نصیبش بکنه، اون چقدر خوشحالی است. خیلی زود امیدواریم که انشاءالله مشکلات را الله تعالی حل بکنه، رفع بکنه و اینجا جایگاهی مناسب شأن و شوکت و عظمت قرآن عظیم الشان برای بلبلان قرآن عظیم الشان ایجاد بشه. دیر نیست انشاءالله اون زمان. اما ما باید فیصله ایمون با خودمون و با خدایمون این باشه که بار اله ما تا پای جان برای دینت ایستادیم. سلام، از زحمات بیداری و شما روزی شما کامل تشکر و قدردانی دارم. خواهش میکنم شما حق پدر بیگردن و دارین سلامت باشین. لطفا به این شبه پاسخ دهید. عامل اصلی مشکلات خاورمیانه، تا زمانی که بیشتر مردم خاورمیانه معتقدان به دین باشن، این منطقه روی آرامش به خود نخواهد دید. طرف چرتیه. بیشتر مردم امریکا متدینن، برعکس بیشتر مردم اروپا. اما دین مسیح پرستیشون این یک فریبی بیش نیست. منطقه خاورمیانه زادگاه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام است. مگه بلکه دنیای قدیم اینجا بوده، قطع میکنید مرکز تمدن اینجا بوده. قدیمی ترین ادیان دین یهود میباشد. در آخه قدیمی ترین دین یهود نیست، دین اسلامه. همه پیغمبران دینشون اسلام بوده، مسلمان بودن. به صریح قرآن چندین آیه در قرآن هست که همه پیغمبران میگفتن ما مسلمانیم. کی گفتن ما یهودی مسیحی؟ درست مثل اینه که بگیم پیغمبر ما شافعی بود، حنفی بود، مالکی بود، حنبلی بود. این حرفا چیه؟ لیکن یهودیان از اسلام موسی علیه السلام یهودیت درست کردن. مسیح پرستان از اسلام توحیدی حضرت عیسی علیه السلام مسیح پرستی درست کردن. همچنان که در اسلام شیعیان تشیع درست کردن، از رسالت و امامت درست کردن و هکذا. در این دین سرزمین اسرائیل یعقوب، یعنی یعقوب و شرورشی مکانیس مقدس در تورات بنان وعده شده که اگر تابع فرمان یهوه باشند آنها را به سرزمین موعود خواهد رسوند. خب این که رسوند تمام شد را قداست این سرزمین برای یهودیان اگر بیشتر از مکه نباشد کمتر از آن نیست؟ نه، درست، برای اونها مقدسه، در تورات افکار نجا. لیکن این مسئله مقدس بودن نبودن نیست، بر مسلمان هم قبله اولشونه. مسئله اینه که آیا اونا بر دعوت موسی هستن؟ مسئله اینه.
در تورات افکار نجات پرستانه به وفور یافت می شود. خب بر این کارها خاخام هاست. تورات اصلی اینجوری نبوده. بگونه که یهودیان سنتی معتقدند سایر ملل که آنها را جنتیل یا جنتیل می نامند در مقامی پایین تر از یهودیان قرار دارند. من همین موضوع را با یک خاخام در تلویزیون مستقله بحث کردم. فوری کنار کشید. چند تا سند آوردم از تلمود، بخصوص تلمود برایشون مهمتر از توراته. و که اینا دین حضرت، دین توحیدی حضرت مسیح، حضرت موسی علیه السلامو به نجات پرستی مبدل کردن. درست مثل شیعه که به نام، که به نام اهل بیت مذهب نجات پرستی درست کرده. شاه اسماعیل صفوی زردشتیگری و نجات پرستی رو در قالب تشیع در ایران زنده کرده. در عرفان یهودیت کابالا نیز روح یهودیان در مقامی بالاتر از سایر انسان ها می دانند. حتی قرآن نیز در ابتدا و برای تشویق یهودیان و پذیرش اسلام به صراحت تمام یهودیان را قوم برگزیده و ملت برتر دانست. این چه حرف احمقانه‌ایه؟ ولی پس از اینکه آنها از پذیرش دعوت محمد ابن عبدالله خودداری کردن، آنها به الاغ تشبیه کرد. نه، این حرف احمقانه‌ایه. قرآن هنوز هم میگه اونها در زمان خودشون بر دیگران برتری داده شدند، بلکه نبوت در میانشون اومد. ولی وقتی به این برتری عمل نکردن، خداوند کل رسالت ازشون گرفت، رسالت داد به دست دیگران. بله. و در ادامه اقدام به قتل عام فجیع آنها نمود. نه، اقدام به قتل عام کسانی نمود که خلف وعده کردن، بعضی پیمان شکنی کردن، با دشمنان همکاری کردن، نه به خاطر یهودیتشون. و این نگرش، نگرش لایک سطحی لایک هاست. راز تنفیر از یهودیت را با در این اعتقادات جست. نه خیر آقا، این نیست. راز تنفیر از یهودیت دولت اسرائیله، دولت جنایتکار اسرائیله. و الا یهودیان در هیچ جایی مثل سرزمین مسلمانان امنیت و آرامش ندیدن در طول تاریخ. خودشان هم اعتراف دارن. و کمال اتاتورکی که اومد خلافت اسلامی را انداخت، از یهودیان دونمه بود که از اسپانیا گریخته بود، یعنی اون یهودی ها را قتل عام کرده بودن. دولت عثمانی یهودیان دونمه را پناه داد، بعد برای جانش شدن. شما اگر از دید مذهبی به قضیه تشکیل اسرائیل در سازمان فلسطین نگاه کنید، به یهودیان حق میدید در سازمان مقاومتشان زندگی کن. این چه حرف احمقانه ایه؟ شما که مذهبی نیستید، این نویسنده مقاله رو میگم، شما چه حق دارید که از دید مذهبی نگاه کنید؟ اگر هم نگاه میکنید، درست نگاه کن. بنابرای تورات اونا از اون سرزمین رانده شدن، بلکه حق تورات ادا نکردن. و امروز یهودیان اصلی به خصوص، اونایی که به تورات معتقدن، همین حرف رو میزنن. میگن ما حق نداریم در تورات دولت، در فلسطین دولت تشکیل دولت بشیم، دولت بدیم. این سبب قتل و کشتار ما میشه. همان گونه که اگر ملتی مکر از دست مسلمان بگیرن، به نسلهای مسلمان نان، حتی در 2000 آینده نیز حق میدید که اشغالگران از سرزمین یکانشان بیرون کنن. این داره چپه نگاه میکنه. نه آقا، موسی مسلمان بود، عیسی مسلمان بود. این لایک حاضر نیست این مطلب رو بفهمه متاسفانه. اما از دید انسانی و وجدان بشری هرگز. زیرا که اگر دید انسانی و وجدان بشری هرگز، پس چرا اینو به اشغالگران اعتراض نمی کنی؟ زیرا با این منطق شما باید معتقد بشید که تمامی سفید پوستان از سازمان امریکا و استرالیا خارج شوند، زیرا اصلا آن متعلق بومیان است. اصول تمدن بشر بر مبنای مهاجرت و گاه جنگ شکل گرفته. این که ملتی اکنون خود را وارث اجداد 2000 سال پیش خویش بداند، کاملا ظالمانه و نجات پرستانه. این حرف درسته کاملا. و به گونه‌ای که چون اعتقادی باعث ایجاد جنگ‌های دائمی خواهد شد، موضوعی که اگر به همین صورت پیش برات، خاورمیانه هرگز روی آرامش به خود نخواهد دید. نه آقا، مسئله این نیست که، اصلا اینه که اروپاییان میخواستن از شر اینا راحت شن. اونا رو میخواستن اولا در افریقا جا بدن، نتونستن، بعد اومدن در خاورمیانه جا دادن که بعد بشن
ابزار استعمار غرب شرق. مسیحیت دینی است که در ابتدا برای یهودیان به قصد اصلاح و خرافات این دین بیان شد. این دین ترکیبی از یهودیت و میترایی آورنده این دین الان درسته. مسیح دعوت حضرت مسیح اینجوری نبود. دینی که الان پیش یهود مسیحیان هست درسته. آورنده مسیحیت دین خیش را امتداد یهود در راستایان میدونست بدون هیچ شکی، همچنان که اسلام خودش را امتداد اونها میدونه، امتداد دعوت حضرت موسی و حضرت عیسی، برکه دین پیغمبران یکیه. این دین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلام، تسلیم شدن محض یعنی توحید، یکتا پرستی. حضرت مسیح موحد بود، حضرت موسی موحد بود، الان مسیحیان مشرکن، عیسی را خدا میکنن. آقا اخی اینو من همه رو بخونم که کل وقت رو میگیره. تازه ایشون میگه که به تلویزیون هم دسترسی نداره، بیا در واس جوابشو بده. اون که دیگه خیلی شد. ببخشید اگر از ابتدا این حرف رو میزدید که با راحت میکردید. اهل بیت آیا در حکومت ها پشتی یا وزیر بودن؟ ای بابا، حضرت رضا ولی عهد هارون نبود؟ خود حضرت علی خلیفه نبود؟ خود حضرت امام حسن خلیفه نبود؟ دولت عباسی اهل بیت دهه ها دولت دستشونه، قدرت دستشونه. دروغای شاخدار شیعیان بگی آخوندهای شیعه تا به شیعیان اهانت نشه بهتره. الان اینا که بیاد البته سعد ابن سوهان از جایی برخواست. بفرمایید. اینا امام فریبای فریبکار تعت ابن سوهان. تعت ابن سوهان دیگه کیه؟ خطاب به امیر المؤمنین گفت پسر ابی طالب، سؤالی دارم که شما برترید یا جناب نوح شیخ العنا آدم ابوالبشر. امیر المؤمنین فرمود جناب سعد ابن سوهان، آدم برتر بود یا نوح شیخ الانبیا؟ گفت قطعا و قهرا جناب نوح شیخ الانبیا. جناب او شیخ الانبیا به عنوان اولین پیامبر اولی العزم است. فرمود پس مرا با جناب نوح مقایسه کن نه با آدم ابوالبشر. یعنی اینقدر خودخواهه، اینقدر خودپرسته، اینقدر از خودش تعریف میکنه، مسخره چیه؟ بی سواد، جاهل. گفت یا ابوالحسن میگم قصه بر شما حق و مشکل نگردد. حضرت فرمود تو میپرسی و ما هم جواب میدیم. گفت علی جان تو برتری یا نوح شیخ الانبیا؟ فرمود من برترم. گفت چرا آخه؟ میگه اگه برتره چرا خدا پیغمبرش نکرده؟ ابناء برتری شما بر جناب نوح چیست؟ حضرت فرمود جناب نوح طاقتش از دست قومش طاق شد، لب نفرین گشود، بلا نازل شد. اما خب این قوم بیش از قوم نوح من اذیت کردن، من در حق کسی نفرین نکردم. این یه دروغی بیش نیست، بلکه قوم راجب اون نوح فرستاده شد، نوح راجب اون قوم فرستاده شد و علی که فرستاده نشده که. چقدر چه مغلط هایی میکنن، چه صفحات هایی انجام میدن آخوندهای پلید. به حلم برد باری من از نوح شیخ الانبیا برترم. گفت آقا تو برتری یا ابراهیم خلیل الرحمن؟ علی برتر از اینه که خودش را این چنین مدح و ثنا کنه و از پیغمبران اولو العزم ترجیح بده. این کفریات و جز در دکان آخوند پیدا نمی کنید. فرمود من برترم. معیار برتری فرمود جناب ابراهیم به خدا گفت مرده را چگونه زنده می نمایی؟ اما من خدا هم امر فرمود چهار پرنده رو بردار و چنین و چنان کن. اما من علی معرفتی دارم که اگر حجاب های عالم کنار رود، نه چیزی به معرفتم افزوده می شود، نه چیزی از معرفت علی کم می گردد. گفت شما علی از اونا یاد گرفته، از پیشینیان یاد گرفته، علی که بهش وحی نشده که. البته اینا معتقدن، این زندیق ها معتقدن که علی بهش وحی میشه، ختم نبوت قبول ندارن.
برتری یا موسای پیامبر؟ امیر خب دیگه چرندیات ایشون کافیه. شما یه بحث کوچک این همه لفتش میدید ادامهش میدید، من زیاد دیگه در این مورد جواب جدیدی ندارم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر استاد نورگوهر خانم دکتر مرادزاده. والا هنر حوزه علمیه اینه که فقط هر راه بار بیاره. این آدم که به صلاح در قالب طلبه مثلا جوان چنان صحبت میکنه که انگاری مثلا ببخشید کاملا به شریعت حضرت نوح و ابراهیم از خودشون بیشتر اشراف داره، که بعدش میاد از حضرت علی نقل قول میکنه که من بالاترم، من بالاتر. واقعا برای هر آدم سلیم العقلی این سوال پیش میاد که آیا یک خلیفه راشد، آیا مولای متقیان، آیا اون مولایی که شما اینقدر بزرگش میکنین میاد بگه من بالاتر از نوح هم، من بالاتر از آدم اول بشر. واقعا این چی بگه آدم به خزعبلاتی که این دکان در واقع آخوندیزم اون در واقع میگه. این واقعا همون چیزی هست که میگن از کوزه همان تراوت که دروست. اصلا جماعت رو اونجا میبرن که بهشون حرافی یاد بدن، نه اینکه چی بگن. و بهشون هم میگن علم کلام، علم کلام. و شهوت کلام رو براشون پیش میارن که بتونه بیشتر حرافی کنه و مستری جد. خیلی متشکرم از شما. تشکر میکنم. قربان، سلامت باشید. یکی دو دقیقه، یک چند دقیقه من اجازه بدید. اومده به میخواد ازدواج کنه، گفت دختر رو میری پلو من تو من باش مشورت کنم. وقتی ما فرمون دست جمعی بردیم رو میری پلو من تو من باش مشورت کنم. وقتی ما فرمون دست جمعی بردیم نیویورک و یکی معمولا این همون کار صدا میگرد در فصلی خانگاه از اون سال جواب گردم نه خدا شده هیچ وقت در عمرم فکر نمی کردم مرشد نوربخش از کمر به پایین حس داشته باشه. همیشه ناله می کردم همچنین گفت کار نمی کنه پاهم توش فلج حس نمی. هیچ وقت وقت دختر 14-15 سالم یا خواهر 18-19 سالم می رفت دوتا فکر به مرسم نمی رسید. برای همین الان می سوزم، برای این می سوزم. بعد کارمون صدا کرد، این کارم از اون گفتش که مادر قلبم میزنه دارم میمیرم، سرم رو گذاشتم تو میدان مغناطیسی، قلبم میزنه، این عکس رو از تو بابا درمونم دارم حرکت میکنم، من دکتر احمق نمیتونم به این دوا دادم. اون کش سه روز گذشت با همه مثل مجنون شده بود. وقتی برش کردن تو شهر خودم حال خودش نبود، هرچی سوال میگه چیزی نمیگفت. هفت سکه این وقت بیلیم کنیسته نمیشم تا دیگه تو دانشگاه چیزی یادش نبود. شما درست فرمودید، بسیار آقای واردی هم تیفلو تیز شده بود، یادش نمیاد چه اتفاق برات افتاده. به مرشد زنی زدم گفتم از اونجا کارم اومده خانقا حال خودش نیست. گفت آخه این رابعه زمانه جذب حق شده. گفتم جذب حق چیه؟ گفت آخه تو نمیدونی تو به مرحله حق نرسیدی، این خواب بوده به مرحله خدا رسید.
به مرحله حق، جذب حق. دارم جذب حق رو برام بگو. که الان نمیتونم بگم، یه دو دورم نشستم. یه وسط یه خانقا بگم. برو بیرون. جذب حق شده بود آقا. جذب حق رو بردن برای دکترهای مختلف. همه اون از این دکتر به اون دکتر، از اون دکتر به اون دکتر، به مرحله ای رسید که بودش حال پزشکی قانونی. دکتر کلایمن رئیس پزشکی قانونی دعوت کرد از دکتر فیلیپسون، از کار یعنی مرام، گفتن این هم که داده که به مرام های مختلف رو درمان کرده یا دل نمی چشم. خلاصه می کنم برای دو ما، اگر بخوام برای دو خانسی هم باید سرمان رو خانون دارم. خلاصه آقای دکتر نوربخت، رهبر سلسله نعمت اللهی، تکنیکای 100,000 ساله داره در این راه. اینا مراسمی دارن که مرید از مرحله اول به دوم، مثل ما علاقا رو از هم از بر جسمی و پولی و اینا کار میکشیدن، خیلی هم میکشیدن. خب اینا رو میگونی در آقا خدا باید جان دار. این نبود، گفتن این خانم به مرحله 7 بده. حالا ببینید مرحله 7 چیه؟ چیزی که تمام دنیا، تمام شرق میخواد بدون مرحله 7 درویشی عرفان چیه. مرحله 7 عرفان فنای در اللهه، چیزی که اسلام قولشو نمیده. اسلام میگه دو رکعت نماز بخون خدا میبخشه میبره تو بهشت، ولی عرفان قول میده، میگه تو به دستورات من سرایت کنی دنبال من، یا به مرحله 7 به دهار الله که انسان کامله میرسی. به این مرحله خواهر من رسیده، دکترای متخصص کل، کسانی که متخصص این کار بودن، گفتن این دختره وقتی که بردن اون اتاق، بعد از چند روز دوا دادن، بعد از چند روز هیپنوتیزم کردن، نه یه لحظه که دختر بدون تو بیادون بعد اینجور، نه و وقتی بردن اونجا چند روز روش کار کردن و طبق مراسمی، اینا مراسم جذب حق جزء عرفان دکتر نوربخشه، مرحله هفتم جزء آداب خانقاست که در پستوی خانقا دختر و پسرها عزیز جیگر ما را ببرن این بلا را سرش بیارن و چنان بترسونن و ترس و رعب در این ایجاد کنن که اگر جایی راز حق کشف بشه تو روح در دست ما در این دنیا و در اون دنیا به عذاب در میاد. مثل منصور حلاج که اکشن بزرگ تو خانقا نیویورک اینجوری زدن دست و پاش قدرن، اینجوری دست و پا قرص میشه. برای من وقتی حالش من میخواد اینجوری پر از اینجور کنه میرسم چشه. الان جناب آقای نجاتی، جناب آقای مهاجرین، رئیس دادگاه عظیم، ای خدای که اون بالا شاهدی، اگه اینجا نخوای حق ما را بگیری ظالمی. اینها نگاه الله و دلجن کشیدن، یک عده حق باز به اسم خدا خانه قاباز میکنن، جوانای ما را، عزیزای ما را اون پشت مورد تجاوز قرار میدن. بعد شما رو نیستن که ازشون دفاع کنید که شما مدرک ندارید. چه مدرکی رو خواهد داشته باشید؟ ما جور داریم در خانقا، نمیتونم نمیتونم خدا رو بالا نگاه میکنم، خدا در قلب هم هست، خود ما سؤال کنیم. شما دو نفر انسان هایی هستید که به خاطر خدا اومدین دفاع کنین، نه به خاطر نوربخش، چون فرمودین نمیشناسید نوربخش رو، به خاطر خدا اومدین. از خودتون سوال کنید، یه مش انسان‌های زحمت کش که از بچگی زحمت کشیدن تا دانشگاه پیاده رفتن پولشون رو دادن به نوربخش، برای چی حالا یه دفعه نمیخوان نوربخش رو ببینن؟ چرا نمیخوان نوربخش رو ببینید؟ چرا نمیخوان؟ ما که جلوهای سوشت نمیکردیم، ما که از بچگی توی خانقا بزرگ شدیم. برادرم من شیوخ خانقا بودم. چرا؟ چرا؟